یک مانع عجیب در راه انتقال سوارز با یوونتوس. کار انتقال لوئیس سوارز با یوونتوس را باید تمام شده دانست، ولی هنوز یک مانع در این راه وجود دارد. لوئیس سوارز از سوی سرمربی جدید بارسا در فهرست مازاد قرار گرفته و وکلای او این روزها در تلاش برای فسخ قرارداد او هستند. قرار گرفتن این بازیکن در فهرست فروش پناه این حق را به او میدهد تا با گرفتن مجوز جدایی بتواند بدون هیچ مشکل راهی تیم بعدی خود شود. بارسا در مورد ایوان راکیتیچ این اجازه را صادر کرد و قرار است در مورد ویدال و سوارز هم همچنین شود. پس از دریافت مجوز جدایی ستاره اوروگوئه راهی یوونتوس خواهد شد. اما طبق دایگتز تادلو اسپورت در این بین یک مانع بزرگ وجود دارد. سوارز در لالیگا با واسطه همسرش سوفیا بالیبی که گذرنامه ایتالیایی دارد با عنوان بازیکن اروپایی به میدان می رود. اما او با واسطه گذرنامه همسرش در ایتالیا یک بازیکن اروپایی محسوب نمی شود و باید آزمون کوچک را هم پشت سر بگذارد. یوونتوس به اندازه کافی بازیکن خارج از اتحادیه اروپا در اختیار دارد و برای این باشگاه بسیار مهم است که سوارز را به عنوان یک بازیکن اروپایی جذب کند. سوارز از اتلتیکا و پیسچی هم پیشنهاد دارد و در این تیم ها مشکل مشابه حضور در سری آ وجود نخواهد داشت.